من حسین مهری هستم و برنامه در امتداد هفته رو اجرا میکنم با حضور جناب آقای دکتر عباس میلانی، مؤلف کتاب‌های زندگی نامه‌ای بسیار موفق، پرفروش نمیگم، موفق بالاتر از اونه. و مثل اینکه بعد از خودشون پرسش کنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم. قربان، سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران موسع که برنامه های شما رو میشنوند و میبینند در موردش گپ میزنند. خواهش میکنم. آقای دکتر، شما یه سایتی ندارین که تمام اسم کتاباتون و عنوان مقالاتتون و کجا چاپ شده و اینا آمده باشه در آن؟ چرا، اتفاقا ناشر این کتاب آخر من، کتاب شاه، یعنی Persian Circle، یا در واقع آقای مهندس تبریزی در کانادا، در کانادا که این کتاب رو چاپ کردن، اونها یک سایتی درست کردن به اسم میلانی بوکس که در واقع هم کتاب‌ها رو، همه کتاب‌های فارسی رو و بعضی از کتاب‌های انگلیسی رو هم میشه از اون طریق سفارش داد و بسیاری از مقالاتی رو که من می‌نویسم، بعضی از مصاحبه‌ای که می‌کنم، مثلا این تصویری که الان نشون میدن در واقع نوار یک صحبتی است که من در سان فرانسیسکو در کامن ولت کلاب کردم در مورد داعش و تأثیرش در منطقه. به هر حال هم کتاب ها هست، هم لینک به بسیاری از مقالات هست. کتاب شاه کماکان برای دوستانی که در ایران هستند به رایگان قابل دسترسی است. کسانی که در خارج هستند طبعا میتونن هم کتاب شاه و این کتاب های دیگر رو از سر لطف Persian Circle الان در یک جا بهشون دسترسی پیدا کنند. خیلی ممنون آقای دکتر. حالا که صحبت زندگی نامه شاه شد، یه پرسشی آمده در همین زمینه ها درباره آقای سمیعی، آقای مهدی سمیعی، یکی از همیهنان پرسش کردن از شما آیا میتوان گفت که آقای سمیعی تنها کسی بوده که جرأت میکرده بحران ها و مشکل های ایران رو با شاه در میان بگذاره؟ فکر میکنم تنها کس نبوده، ولی یکی از معدود کسانی بوده که قطعا هم این جرأت رو داشته و هم صراحت رو داشته و هم حاضر بوده که بهاش رو بپردازه، برای اینکه در نتیجه یکی از این صراحت گویی ها در چند سال آخر عمرش کار درست دولتی نداشت، کارهای دولتی ازش گرفته شد، ولی شاه کماکان اونقدر بهش علاقه داشت که به هویدا، به قول خود سمیعی میگه که من میدونم این از طریق حقوقش زندگی میکنه، مطمئن باشید یه کاری براش درست بکنید و یه کاری در یه بانکی براش تامین میشه که میتونه زندگیشو از اونجا در واقع تامین بکنه. و اونقدر شخص درست کار بود که واقعا یکی از درخشانترین به نظر من شخصیت اون دورانه و این درست کاریش بالمعال به کمک شما برم که وقتی در مهاجرت بود، این رو من دوباره از خود او شنیدم، یکی از ایرانیان بسیار موفق اون زمان که آقای سمیعی کارش رو وقتی شنیده بود به گره برخورده و شنیده بود که به ناحق به گره برخورده، مشکل از کار برمیداره و اون شخص فکر میکنه که آقای سمیعی این کار رو به طمع پول انجام داده و وقتی سعی میکنه بهش اون پول رو بده، آقای سمیعی خیلی ناراحت میشه، میگه من این کار رو انجام دادم برای اینکه حق همین بود. و این شخص ماجرا رو فراموش نمیکنه. وقتی که آقای سمیعی به لس آنجلس میاد، همین شخص در یکی از بانکهاش آقای سمیعی رو استخدام میکنه، در واقع اون پاداشی، اون درستکاری بود. آقای سمیعی به صراحت حرفاش رو میزد به شاه و شاه هم بر میتابید و همونطوری گفتم فقط وقتی که مسئله خرید تانک ها رو مورد سوال قرار داد، اونجا به نظر می رسید که شاه کمی عصبانی شد، کارهای دولتی ازش گرفته شد
ولی کار در عرصه خصوصی براش تأمین شد. در این حال حتی بعد از این ماجرا، بعد از اینکه به لحاظ شک کردن در حقانیت یا در نیاز به خرید تانکای جدید کار ازش گرفته میشه، وقتی شاه در 1973 تصمیم میگیره که شاید وقت اون رسیده که حزب درست حسابی در ایران ایجاد کنه، کسی رو که به نظرش میاد رأس این کار بگذاره مهدی سمیعی است. مهدی سمیعی رو به دربار میخونه و چند ماه اینها با هم جلسات مکرر داشتن در مورد چند و چون این حزب. متاسفانه به نظر من واقعا متاسفانه، برای اینکه فهم کنم میتونست یه تأثیر مهمی در تاریخ ایران بگذاره، ولی شاه تصمیم میگیره که این کار رو نکنه و به جای یک حزبی که سمیعی و یک گروهی از خوشنامترین تکنوکرات های ایران قرار بود راش بندازن، شاه اون فکر حزب کذایی رستاخیز رو به ذهن خودش آورد و به عمل در آورد و دیدیم که حزب در واقع یک فاجعه سیاسی بود. ولی سمیعی این صراحت رو داشت، انتظام این صراحت رو داشت، با شاه با صراحت صحبت میکرد، اردشیر زاهدی با شاه به صراحت صحبت میکرد، دیگران علا مثلا در دورانی که از نزدیکان شاه بود با شاه به صراحت صحبت میکرد، بودن چند نفری همه شون مثل که تاوان دادن، نه؟ همه به جوری تاوان دادن، به غیر از اردشیر زاهدی که اردشیر زاهدی هم در واقع به این شکل تون پستا که به حال شاه در خاطراتش از اون انتقاد میکنه دیگه، از خاطراتش از تنها کسی که در واقع انتقاد میکنه میگه اردشیر زاهدی رو من زیادی نگه داشتم، برای اینکه فکر میکردم این همه رو در آمریکا میشناسه و اشتباه میکردم، که به گمان من شاه قطعا اشتباه میکرد، برای اینکه زاهدی چون الان آرشیوش اینجاست، من تمام این نامه ها رو میبینم، واقعا عرصه ارتباطاتش با بزرگان آمریکا شگفت انگیزه. ما در اون دوران که مخالف شاه بودیم تو کنفدراسیون و خیلی از مخالفین اردشیر زاهدی فقط مثلا در مورد اینکه این با الیزابت تیلور رابطه داشت یا جکی آنسس رابطه داشت یا شراب گرون سرو میکرد صحبت میکنن، ولی شما می‌بینید با سناتورها، با کاندیداهای ریاست جمهور، با رؤسای جمهور سابق ارتباطات بسیار بسیار گسترده. پنج تا رئیس جمهور دیده مسکی. حداقل شما در منزلش که برید اون عکسای اون رو نگاه بکنید، از ترومن به بعد تقریبا همه رو دیده و با بعضیا رابطه صرفاً رسمی داشته، ولی با بعضی رابطه خیلی نزدیک داشته. رابطهش با نیکسون خیلی رابطه نزدیکی بود، رابطهش با فورد رابطه کم نزدیکی بود، رابطهش با کیسینجر رابطه نزدیک و پرتنشی بود، با سناتور پرسی رابطه خیلی نزدیکی داشت، خیلی با بعضی از راکفلرها، با راجرز که وزیر امور خارجه آقای ریگان بود رابطه خیلی نزدیک داشت. راجر اصلا یه مدتی وکیل خود اردشیر زاهدی بود. یعنی با این حال، یعنی برگردیم به سوال شما، افرادی بودن که واقعا با صراحت صحبت میکردن. ملکه به نظر میاد که از معدود کسانی است که در اون سالهای آخر، ملکه فرح با صراحت صحبت میکرد، حرفاشو میزد. علم هم گاهی به نظر میاد که میزنه، منتها اونقدر میزنه و نمیزنه، میزنه و نمیزنه، بعد معلوم نیستش که اونایی که تو خاطراتش هم نوشته تا چه حدی به صراحت به شاه میگفته، ولی به هر حال آدمی بوده که معتمد شاه بوده و شاه با اینکه فکر میکرده آدم انگلیس هاست، یعنی این رو خود دنیس رایت به من گفت، دنیس رایت به من که وزیر سفیر انگلیس در ایران بود، میگفت که ما میدونستیم که شاه فکر میکنه که این با ما وابستگی داره و به همین خاطر بهش اجازه میداد که با سفارت انگلیس آزادانه رفت آمد داشته باشه و ما از طریق اون پیام میفرستادیم، پیام دریافت میکردیم، گفت هر هفته من باش میرفتم سوارکاری و میدونستم که این راهیست برای اینکه شاه
از نظرات ما خبردار بشه و ما هم حرفای خصوصی ما از طریق علم به شاه بزن. عجب عجب دنیای. آقای دکتر بفرمید که اساساً مثل این که در دهه 50 دهه 40 بوده که شاه یک گروه از رجال رو که میدونسته علیهش حرف میزدن در یک جلسه ای همه رو گذاشته کنار، از جمله علا رو. بله چنین چیزی بوده؟ 100% یعنی به شکلهای مختلف ما گزارش های و روایاتی از این هم جلسه داریم و هم از تصمیم شاه. در حول و حوش 15 خرداد، در واقع بعد از اون روز اول 15 خرداد، 5 نفر از این به اصطلاح کملین قدما از جمله علا و انتظام، اینها تصمیم میگیرن که با هم نشستی داشته باشن و یک رایزنی بکنن و تصمیم میگیرن که خشونت بیش از حد انجام شده و تصمیم میگیرن که بفرستن با شاه 2 نفرشون رو و برن با شاه صحبت بکنن و بگن که بس خشونت بس و لازمه که شما از در آشتی با روحانیت طور مشخص با آیت الله خمینی در بیاید. اینها وقتی که میان به دربار شاه بسیار عصبانی میشه. به گفته علم، من اینو جای دیگه ندیدم ولی در علم دیدم، به گفته علم شاه دستور میده اینها رو بازداشت بکنید، ولی علم میگه که من تصمیم گرفتم این کار نکنم. ولی 2-3 روز بعد، چند روز بعد، تعداد روزاشو دقیق یادم نیست الان، شاه با یک مقام آمریکایی دیدار میکنه و در اون مقام با در اون دیدار میگه که من یک خانه تکانی خواهم کرد، علا رو برکنار خواهم کرد، بقیه رو اینا هم بعضی از اینا رو به نام میگه و میخوام جوانها رو بیارم سر کار و میدونیم که در حال هم علم رو هم کنار میگذاره. در مورد علم هم اتفاقا در اون جلسه صحبت میکنه و میگه که میخواد منصور رو بیاره و میخواد اون اصطلاح نسل جوان تکنوکرات رو بیاره و در واقع از اون به بعد شما کمتر کسی رو میبینید برای یه دوره 10-12 ساله، کمتر کسی رو میبینید که دوران دهه 30 شاه رو دیده باشه، جز نزدیکان شاه بوده باشه و کماکان به دربار راه داشته باشه، از انتظام بگیرید تا علا، از ستیات هم و تبایی بگیرید تا امینی، اینها همه در واقع در دربار دیگه چندان محل اعتنا نبودن. ستیا کماکان تا آخر عمر میرفت ولی دیگه اون نزدیکی که قبلها داشتن، هفته یه بار ظاهرن میرفت و شاه رو میدید و هر آنچه که شنیده بود با شاه در میون میذاشت، او هم دیگه مقام قبلی رو نداشت، ولی همه اینها کنار گذاشته شدن و این مثل اینکه شاه گفته بوده که یه خانه تکانی دارم میکنم. دقیقا اصطلاحی که به کار میبره میگه خانه تکانی میکنم و خانه تکانی میکنه و یکی از کسانی هم که تو این خانه تکانی کنار زده میشه پاک روانه. و دوباره اون به گمان من یه تصمیم خیلی خیلی جدی مهمیه، یعنی پاکروان داشت رابطه ساواک با جامعه رو عوض میکرد، ساواک رو از یک دستگاه سرکوب تبدیل میکرد به یک دستگاه واقعا امنیتی، یه عده‌ای رو آورده بود به عنوان مشاور در اونجا ازشون استفاده میکرد، نراقی رو ازش به عنوان رابط با روشنفکر را به طور جدیتر استفاده میکرد، کلن شکنجه را متوقف کرده بود، در زندان با جزنی دیدار میکنه، با آیت الله خمینی دیدار میکنه که اون دیدار در واقع به این منجر میشه که جونش رو در سن 80 چند سالگی از دست بده. واقعا یکی از شرم‌آورترین اعدام هایی که در اون دوران شد، همه اعدام هایی که در اون دوران شد به لحاظ نحوه انجام اعدام ها شرم‌آور بودن، برای اینکه واضحه که خلخالی صلاحیت صدور حکم برای هیچ کس نداشت و دادگاه هاش مضحکه بود، ولی یکی از شرم‌آورترین این اعدام ها اعدام
پاکرمان بود، چه به لحاظ اینکه سنی ازش گذشته بود، بالای 80 بود، چه به لحاظ اینکه سالها اصلا در ایران نبود، مصدر هیچ نوکاری نبود و در واقع به این جرم کشته شد که با آیت الله خمینی به صراحت گفته بود که سیاست بذار کنار، شما اهل این میدان نیستید و به این میدان وارد شید اسلام رو هم از بین خواهید برد. ولی او هم کنار گذاشته شد و نصیری آمد که خب واقعا به نظر میاد که تنها صلاحیتش در این بود که نمیخواست خاطر شاه مکدر بشه و کاملا یک دستگاهی میخواست که اون چرا که شاه دوست داره بهش بگه. و در خاطرات آقای ثابتی که چاپ شده، در گزارش های دیگری که آدم میخونه، میبینه که در سالهای آخر اون دوران حتی نصیری از ارائه گزارش هایی که به قول خودش ممکنه خاطر مبارک ملوکانه رو مکدر بکنه ابا داشت، گزارش هایی که حتی از درون ساواک میامد. شاه هم زیاد اون گزارش ها رو بر نمیتابید، نمیخواست گزارش هایی که مثلا در مورد فساد بعضی از اطرافیانش باشه، فساد بعضی در خاندان سلطنتی باشه، اینها رو نمیخواست بشنوه. و تصمیم جابجا کردن پاکروان یکی از اون گرهگاه‌های خیلی جالبه برای من که آدم فکر کنه اگر نمی‌شد چی می‌شد. یکی دیگرش همون که قبلا عرض کردم، اگر سمیعی به راستی حزبش رو درست می‌کرد، آیا بعد از 3 سال که رژیم شاه وارد یک بحران، تاریخ ایران یه جور دیگه می‌نوشتن؟ حتما به گمان من میشه تصورش رو حداقل کرد. آقای دکتر میلانی عزیز، یک پرسشی، من یک سایتی رو داشتم نگاه میکردم، یک کسی چیزایی نوشته بود درباره سیاست در ایران و وضعیت ایران اینا، یه جاش گفته بودش که باید از دکتر میلانی پرسید شاه چند کودتا را در هم شکست یا خلاصه از میان برداشت. والا بسته به اولا بسته به اینه که من یعنی در چه مقطعی شما یک کودتا رو یا تلاش برای کودتا رو کودتا بدونید. برای اینکه مثلا به طور مشخص شکی نیست که قرنی در 1957-58 داشت سعی میکرد که یک کودتا بکنه، میگفت که نمیخواد شاه رو از کار برکنار بکنه ولی میخواد شاه رو در واقع وادار به سلطنت بکنه، میخواست امینی رو رئیس دولت بکنه، ولی قرنی به زندان افتاد، یه سال و نیم بعد امینی نخست وزیر شد. به نظر میرسه که آمریکایی ها در این کودتا حداقل در این حد نقش داشتن که میدونستن در مورد این کودتا و به شاه خبر ندادن. در این به نظر من شکی نیست که آمریکایی‌ها می‌دونستن و به شاه خبر ندادن و تقریبا به یقین میشه گفت که انگلیس‌ها کودتا رو لو دادن و به شاه خبر دادن و قبل از اینکه اینها تلاششون رو آغاز بکنن گرفتنشون. خیلی هم ماجرای جالبی است که چرا انگلیس‌ها لو دادن. به نظر میاد که بین قرنی و رئیس در واقع انتلیجنس سرویس در ایران در اون زمان، همون شخص معروفی که پدرش و خودش زرتشتی تبارهای هندی که در ایران بودن، رئیس انتلیجنس سرویس در ایران بود و قرنی ظاهرا با اون مسئله زیاد داشت و به نظر میاد که او خبرش رو به شاه میده. شاپور خان بود، اونو به قطع نمیشه گفت، ولی اینکه انگلیس‌ها خبر دادن تقریبا به یقین میشه گفت. اینکه آمریکایی‌ها میدونستن حتما شکی درش نیست. اینکه قرنی با روحانیون در تماس بود در این هم شکی نیست و همونطور که یادتونه اولین رئیس ستاد ارتش هم همون شد. و یکی از نکاتی که برای من همیشه خیلی جالب بوده اینه که آیا بخشی از توافقایی که آیت الله خمینی با آمریکا کرد در مورد قرنی بود یا نه.
نه آمریکایی‌ها قرنی رو میشناختن، بهش اعتماد داشتن و ریاست ارتش اول به او واگذار شد. آیا این جزی از اون مذاکرات گسترده است که بین آیت الله خمینی و طرفدارانشون و سفارت آمریکا و دولت آمریکا در ماه‌های قبل از انقلاب صورت گرفت یا نه؟ و اون رو واقعا نمیدونم، ولی خیلی جالبه دیگه. برای من فکر می‌کنم هر مورخی نگاه بکنه خیلی حتما قابل تعامله که چطور این شخصی که وابسته به رژیم شاه میاد کودتا میکنه، با آمریکایی‌ها تماس داره، با آمریکایی‌ها مشورت میکنه، بعد با فشار آمریکایی‌ها در واقع حکمش محدود میشه و بعد به محض اینکه از زندان خارج میشه شروع میکنه تماس با آیت الله طالقانی، با برخی از روحانیون اینا در گزارش‌های ساواک حتی دیده میشه. این یک کودتاست. یه کودتای مسجل دیگه ای که آمریکایی‌ها شروع میکنن برای تدارکش و بعد عقب میزنن 1961. 1961 دوباره وقتی که کندی میاد اینا شروع میکنن به بررسی به قول خودشون راه های مختلف تغییر در ایران، برای اینکه نگران بودن در ایران انقلاب خواهد شد. و یکی از راه هایی که شروع میکنن در به قول آخوندا استمزاج در موردش کردن، تماس میگیرن با بعضی از عمرای ارتش که اگر کودتایی بشه شما موضعتون چیه. یکی از این عمرا که باش تماس میگیرن تیمسار علوی کیا بود. داستان رو خود تیمسار علوی کیا میگه و چیزای دیگه در اسناد آمریکا هست که تایید میکنه، فقط از قول علوی کیا نیست. ولی علوی کیا یکی از کسانی است که باش تماس میگیرن، اون وقت قائم مقام ساواک بوده، و میگن اگر یک کودتای نظامی در ایران صورت بگیره موضع شما چیه. او خیلی وفادار به شاه بود، با اینکه یه سال و نیم بعد او رو هم برکنار کردم. از کجا آورده ای؟ از نه اون حاجی کیا بود، اون یکی دیگه است، اون علوی. این علوی کیا است که قائم مقام چیز بود. حاجی کیا هم تو این داستان اتفاقا هست، اون آدم اون کودتای بعدیه اتفاقا. این به شبهه اینکه با تیمور بختیار رابطه داره در واقع میفرستنش از ایران خارج، میشه رئیس ساواک در اروپا که اونجا ماجرای خیلی جالبی داره. اون میره به شاه میگه که آمریکایی‌ها با من چنین تماسی گرفتن. شاه میگه که تو بهشون بگو باشه ببین چیکار میخوام بکنم. یعنی یه جوری علویکی‌ها میگه که جواب نه بهشون نده. آمریکایی‌ها خیلی زود تصمیم میگیرن که کودتا اگر بشه در ایران جلوشو نمیتونن بگیرن، کنترلش نمیتونن بکنن، ممکنه ایران به سوی عراق ثانی بره یا شوروی‌ها دست بالا پیدا بکنن. اون فکر رو با هم میگذارن. یه سال بعد از این حداقل دو نامه خیلی خیلی مشخص هست که من اینا رو در کتاب نگاهی به شاه آوردم، یکی از طرف تیمور بختیار و یکی از طرف همین حاجی کیا که اون وقت در زندان بود. به جرم از کجا آورده ای؟ به جرم ثروتی که اندوخته بود و معلوم نبود از کجا آمده. اون قانون رو البته الان در مورد خیلی ها در جمهوری اسلامی هم اگه استفاده کنن ممکن اونا هم در زندان مجبورشن که مدتی آب خنک بخورن و آموزش ببینن. ولی هر دو اینا به آمریکا نامه می نویسن. متن نامه هاش هست، من ترجمه شو در کتاب آوردم که شما اجازه بدید ما کودتا کنیم و امریکا داره خراب میشه، کمونیست ها میان. امریکایی ها با هر دوی اینها مخالفت میکنن. یک کودتای دیگری بختیار سعی میکنه بکنه بعد از اینکه از ایران خارج میشه. اون دفعه با انگلیس ها تماس میگیره. انگلیس ها خیلی قطعا بهش میگن اصلا چنین کاری نکن، ما دفاع نمی کنیم. و اینها کودتاهایی است که می دونیم در موردشون و می دونیم که شاه در مقابلشون مقاومت کرد. از خود شاه البته اگر بپرسید کودتای دیگری هم که به گفته شاه در مقابلش موفق شد، مصدق شاه گمان می کرد که کودتا رو مصدق انجام داده
ولی خب اون یه بحث پیچیده تاریخی است که بایستی با دقت و تفصیل بیشتری وارد شد. خیلی ممنون آقای دکتر. یه کتابی در اومده تازگی انگلیسی به نام The Fall of Heaven. Fall of Heaven، بله. دیدین آقای دکتر این کتابو؟ بله من دیدم و در سه هفته پیش در روزنامه وال استریت جورنال من نقدی برش نوشتم. بله. عجب. آقای دکتر ببینید من چند دفعه از شما پرسیدم مقاله تازگی نوشتین، گفتین نه. اون مقاله نیست، نقد کتابه. خیلی جالب بوده. بله. حالا دربارش میشه صحبت کنین؟ حتما. این کتاب رو آقای اسکات کوپر نوشته که قبلا یه مقاله خیلی خوبی نوشته بود، در برنامه های شما با هم در این مورد صحبت کردیم، در مورد اینکه چطور وقتی آمریکایی ها نتونستن شاه رو در 73-74 متقاعد کنن که قیمت نفت رو تثبیت بکنه، رفتن با عربستان سعودی ساختن، قیمت رو تثبیت کردن و وضع اقتصادی ایران رو بحران زده کرد. بعد اون کتاب رو، اون مقاله رو تبدیل به یک کتاب کرد به اسم شاهان نفت. و بعد این کتاب این همون استرالیایی است؟ نیوزیلندیه. بله همون نیوزیلندی است. بله. این دفعه با همدلی و همراهی ملک فرح و بعضی از اطرافیانشون که باهاش حاضر شدن مصاحبه بکنن و اطلاعاتی در اختیارش قرار بدن، یک کتابی نوشته که در واقع روایت خاندان سلطنتی است از انقلاب ایران، حداقل به گمان من. من در اون مقاله اون چیزی که نوشتم اینه که این در کتاب در حقیقت روایت ملکه، نزدیکان ملکه و تا حدی شاه هست از اینکه چرا در ایران انقلاب شد و تمام تلاشش در این است که جهان را از منظر خاندان سلطنتی توضیح و تبیین بکنه، که خب حق هر کسی است که هر روایتی از تاریخ رو بنویسه. من نقد رو با این جمله به پایان بردم که به گمان من روایاتی که در دوران شاه میشه، اگر جنبه های مختلف اون دوران رو در بر نگیرن، خدمتی به شاه نمی کنن. من در واقع پاراگراف آخر این است که به تقریب ترجمهش میکنم، میگم که خاندان پهلوی یک ایران در حال از هم پاشیدگی رو، ایرانی که واقعا دچار فقر و فاقه بود، تحویل میگیرن در 1925 و در 1979 یک اقتصاد بسیار قدرتمندی رو، یک جامعه در حال تحولی رو، یک جامعه که در 10 سال آخر سلطنت شاه یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی رو داشته، تحویل میدن. ولی در این حال بخشی از این میراث انقلاب اسلامی هم هست. نمیشه اون دستاوردها رو گفت و به این قضیه هم اشاره نکرد. این کتاب به نظر من از اینکه روایت خاندان سلطنتی رو ارائه میکنه خیلی خوبه و جاش هست. البته خاندان سلطنتی روایتشون رو قبلا گفته بودن، ولی خب اونها هیچ کدومشون مورخ نیستن، اونها خاطرات نوشته بودن. این شخص به هر حال تعلیم اکادمیک تاریخی داره، قلم خوبی داره و تونسته روایتی که اونها میخواستن بنویسن اگر نویسنده های بهتری بودن، این براشون صورت بندی کرده و ارائه داده. به این عنوان به گمان من یک روایت جانبدارانه است و جنبه های رو میگه، چیزهای به هر حال اشتباهات کوچیک تاریخی و روایات جزئی که مثلا از بعضی افراد نقل کرده که من حداقل در صحتش مطمئن نیستم. یکی دو موردش هم وقتی کتاب رو میخوندم سعی کردم با کسانی که اطلاعات دقیق تری دارن مشورت کردم که ببینم آیا چنین روایتی به این شکل ممکنه، و اونها فکر میکردن که یک کمی
اغراق کسی مثلا بهش داستانی گفته، ایشون همون رو پذیرفته و آورده در کتاب، مثلا جایی در کتاب نقل میکنه از آقای بنی صدر که ایشون و از دوستانشون بودن، بیشتر ایشون، که مثلا آیت الله خمینی رو انتخاب کردن برای اینکه در واقع به کمک آیت الله خمینی رژیم شاه رو بندازن و برنامه اصلی، برنامه ریز اصلی بنی صدر و اطرافیانش بودن. خب من فکر می‌کنم حرف بسیار به قول آخونده شازی است دیگه، وقتی که آیت الله خمینی در 15 خرداد اون جریان رو راه انداخت، اون جریان قدرتمند رو راه انداخت، آقای بنی صدر دانشجوی فعال دانشجویی بودن و بعید میدونم که یک چنین استفاده ابزاری آقای بنی صدر از آقای خمینی کردن. اگر استفاده ابزاری بوده، به گمان من آیت الله خمینی از امثال بنی صدر رو قد زاده و آقای دکتر یزدی کردن، اون زمانی که میخواستن یه بچه دموکراتیک به آمریکا یا نشون بدن، کما اینکه قطعا در دوران پاریس تلاش آیت الله خمینی همین به آمریکا بگن که اگر بیان سر کار، امثال بنی صدر و یزدی و قدزاده و جبهه ملی سر کار خواهند داشت، کما اینکه مهندس بازرگان رو هم به گمان من دقیقا به این خاطر انتخاب کردن. این بخشی از اون تفاهم و بخشی از اون تظاهری بود که با آمریکایی‌ها داشت صورت می‌گرفت. ولی آیت الله خمینی به گمان من خیلی چیده دست‌تر، خیلی با تدبیرتر از این بود که جوان‌ترها ازش استفاده کنند. اون از همه استفاده کرد و همه رو به قول خیابان‌ها در تهران سر کار گذاشت و وقتی که دیگه بهشون احتیاج نداشت یا به قدرشون رسوند چنان که قدرزاده رو، یا تبعیدشون کرد چنان که آقای بنی صدر رو، یا در داخل تبعیدشون کرد و دغمرگشون کرد چنان که برای که بر سر بازرگان. خیلی ممنون های دکتر. شما این نقد رو بر این کتاب کی نوشتین و کجا نوشتین های دکتر؟ این نقد رو من 6 اوت نوشتم در وال استریت جورنال و هم در این میلانی بوکس که کارگردان عزیزمون لود کردن این رو گذاشتن و هم در یه سایتی هست که دانشگاه برای من درست کرده، یه سایت فیسبوک هست به اسم عباس میلانی، عباس نقطه میلانی فیسبوکه. همه مقالات من که در این سالها نوشتم اونجا هست، به رایگان قابل دسترسی است. کاش که زودتر من این داشتم. کتابم در ضمن آقای دکتر الان به دست من رسید، دفتر مدیریت بود به من دادن که تصویرش رو. بله بله، شاید هم قبلا نشون دادن. بله بله، خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی بررسی جالبی کردیم به نظر من، با اینکه من کتاب رو نخوندم ولی دقت شما رو، نقطه نظر شما، دیدگاه شما خیلی بر من جالب بود. آقای دکتر یه ماجرایی که فکر من با شما من مطرح نکردم میخواستم نظرتون رو بپرسم و اون راجع به این پیام صوتی گفتگوی آقای آیت الله منتظری بودش با هیئت مرگ اون چند هزار ایرانی، چند هزار زندانی سیاسی. واقعا فضایی که در ایران در مورد این ایجاد کردند به گمان من اورول هم اگر بود نمیتونست یه چنین فضایی ایجاد کنه. واقعا میگم، یعنی برای من اصلا شگفت‌انگیزه که با یک دستخط 4-5 سطری اومدن به یک روایتی 3000 نفر، به یک روایتی 4000 نفر، به یک روایتی بیشتر، ولی حداقل 3000 نفر رو در دادگاه‌های شرم‌آور صرفاً برای اینکه ببینن اینها به قول خودشون سر موضع هستن به حکم اعدام و به اعدام میکشونن و حالا دو قرتونیمشون هم باقی است و به جای اینکه معذرت بخوان، به جای اینکه بیان توضیح بدن،
اون کسی که این نوار رو پخش کرده الان میگم 5 جلسه بردن بازجویی در قم. امروز روز پنجمش بوده. امروز روز پنجمش بوده. به جای اینکه بیان ازش تشکر بکنن، به جای اینکه بیان بگن آیت الله منتظری فخر جمهوری اسلامی است، آیت الله منتظری به گمان من فخر تاریخ ایران، در اینکه در تاریخ ایران کسی هست که با این شجاعت حاضر جاه و جلال رو وا بگذاره. آیت الله منتظری الان رهبر ایران می بود اگر این کار رو نمی کرد و اگر فوت نشده بود. آیت الله منتظری در قانون و تصویب مجلس رسیده بود به عنوان جانشین آیت الله خمینی، ولی صرفاً به لحاظ این که اخلاقش اجازه این کار رو نمی داد، تمام اون مسائبی که برش آمد به جان و دل خرید، تمام جاه و جلال ولی فقیه شدن رو خرید و حقیقت رو گفت. به جای اینکه بیان تشکر کنن از اون، به جای اینکه بیان بگن آبرو برای جمهوری اسلامی خریده، اینا آبرو ندارن خودش. واقعا به نظر من با این کارهایی که میکنن نشون میدن که اصلا حد اقل مسئله شرافت تاریخی رو درک نمیکنن. شما این یک بچه طلبه‌ای که وقتی که آیت الله خمینی و همه به اصطلاح خبرگان آیت الله منتظری رو به عنوان افقه و اصلح و اعلم جانشین انتخاب میکنن، یعنی ادعای شما این است که آیت الله منتظری برگزیده خدا و امام زمانه، تئوری شما چنین چیز رو میگه، اون وقت شما به هر کس و ناکسی اجازه میدید هر حمله علیه ایشون انجام بده، صرفا به لحاظ این که گفته من حاضر نیستم در رژیمی باشم که آدم ها رو اینجوری به قتل میرسونه. یعنی واقعا برای من خیلی حرفای زشتی زدن آقای دکتر. همه جناهای رژیم در محکوم کردن آیت الله منتظری و سخنان او هم رأی شده بودند. آقای هاشمی، اکبر هاشمی، محمد رضا عارف، خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی جمهوری اسلامی همه‌شون محکوم کردن گفته‌های آقای منتظری رو و آقای پور محمدی هم آقای مطهری بله او شجاعتش رو داشت، فقط همون یکی تعالی بوده. خب و گفت و ببینید او گفت و این اشراری که در مجلس به عنوان نماینده هستن فوش دادن، سعی کردن نامه علیش تهیه بکنن، تعداد محدودی اون نامه رو امضا کردن، یعنی اونها دارن یه عده‌ای دارن اونجا مقاومت میکنن. آدم میتونه حدس بزنه که این اشراری که اونجا هستن چه فشاری بر اینها دارن میارن. یک کسی که معاون وزیر کشور در اون زمان بود این جسارت رو، این جرأت رو، این شرافت رو داشت که اومد گفت ما اشتباه کردیم و معذرت خواست. یعنی یک پارچه نبود، ولی مجلس خبرگان اومده اون حکم نامه قضایی رو نوشته. میبینیم که آقای پور محمدی وزیر شده و میگه من افتخار میکنم که این قطعه رو انجام گفته. خداوند گفته به کفار رحم نکنی، در جواب آقای علی مطهری گفته. بله من خوندم، واقعا عجیبه. من برای من تعجب آوره که در دولت آقای روحانی چنین کسی وزیر دادگستری شده و میتونه بمونه سر کار بعد از حالا در غرب امریکا هم یه سخنرانی کرده آقای دکتر، گفته که حتما خوندین، من خیلی آرامم بعد از حملات، خیلی آرامم و در طول تمام این سالها یک شب هم بیخوابی نکشیدم چون سعی کردم طبق قانون و شرع عمل کنم. بله خب این جنم انسانیش رو نشون میده، چون حتی اگر شما طبق قانون و شرع هم عمل میکردید، اگر 3000 خورده آدم رو در یه فاصله چند هفتگی به مرگ فرستادید، من فکر میکنم هر انسان دیگری بود به غیر از انسانی شبیه به شما حداقل چند شب خوابش را دست میداد. من خوشبختانه هرگز در مقام قضاوت
اینچنانی نبودم، اگه بشه اینا رو قضاوت گفت، این که قضاوت نبوده، اینها مجری فرمان بودن به قول خودشون. ولی من یه نمره بد به یه دانشجو ناچارم بدم، واقعا هفته ها در موردش بعدش نگران میشم که نکنه دانشجو زندگیش چیز بشه. یعنی هر انسانی، من خودم رو نمیگم، هر انسان عادی وقتی میخواد یه نفر از کار برکنار بکنه، وقتی میخواد حقی از یک کسی فکر میکنه ضایع شده، میکنم با وجدان خودش مسئله داره، سعی میکنه حلش بکنه. این یقین کاذبی که این آقا از خودش داره و این سکوتی که بقیه میکنن، آقای رئیسی چرا نمیاد توضیح بده؟ تو مقاله همین دو سه روز پیش میخوندم که در مشهد یک سوم جمعیت شهر مشهد حاشیه نشین هستند. بله. از فقر زندگی میکنند و این یکی از ثروتمندترین بنیادهای اقتصادی ایرانه. این پول ها چی شده؟ فرزندان آقای طبسی و خود آقای طبسی بر این پول چه کردن؟ ما یه ماجراشو میدونیم. شما به جای اینکه بیاید جواب اینها رو بدید، جواب اون کشتارها رو بدید، صرفا با اعلام مجلس خبرگان در واقع طلبکار هم شدید و ادعا میکنید که فرمان خدا را از طریق فرمان چند خطی آیت الله خمینی اجرا کردید. واقعا فضای شگفت انگیزی ایجاد کردن حول و حوش این و بعد بلایی که بر سر آیت الله منتظر به فرزند آیت الله منتظری در آوردن واقعا شرم‌آوره. ولی به نظر من آقای دکتر این یک پایه این مجسمه جمهوری اسلامی شکست با این سخنان آیت الله منتظری. من فکر می‌کنم پایش در واکنش اینها شکست، برای اینکه ببینید این مطلب تازه‌ای نبود. آیت الله منتظری این رو در خاطراتشون نوشته بودن، دادگاه در خارج کشور داره رسیدگی به این ماجراها پیگیر شده بود، آقای رضا علامه زاده فیلمی در این مورد درست کرده بودن، خیلی صحبت ها در این مورد بود. اگر اینها رژیم عاقل‌تری بودن، خب وقتی که این در می آمد، من فکر میکنم هر رژیم دیگری در تاریخ هم ممکنه اشتباهاتی کرده باشه، میان معذرت میخوان، میان توضیح عاقلانه میدن، میان غرامت میدن، میان مجازات میکنن اونهایی که این خطا رو کردن، میان یه عده‌ای رو پیدا میکنن، رژیم هایی که صادق نیستن یه عده‌ای رو پیدا میکنن، کاسی کوزه رو سر اون میشکنن. اینا به جای اینکه این کارو بکنن، رفتن در مثل بقیه مسائل در موضع تهاجمی و اینه که به گمان من یک ضربه عظیمی بر پیکر این رژیم وارد کرده و در مقابلش به گمان من هر روز اعتبار تاریخی آیت الله منتظری رو دوچندان و صدچندان میکنه. من واقعا فکر میکنم یکی از شخصیت های به غایت نادر این دوران بود و اینکه دوباره این بایستی برای همه ما یه هشداری باشه. شخصی چنین صدیق، شخصی چنین بصیر، شخصی چنین شجاع، اون زمان ببینید چه حرفایی در موردش گفته میشد، چه جوکایی در موردش گفته میشد، چقدر واقعیت تصور مردم با واقعیت شجاعت و شرافت این مرد کم نظیر متفاوت. آقای دکتر میرانی، شاید بهتر باشه بگیم ایشون شاگرد شما بودن. من شاگرد ایشون بودم. من این بخت رو داشتم که اتفاقا 6 ماه در مدرسه در زندان با ایشون بودم، در بند یک آقایون. زبان انگلیسی بهشون یاد میدادید؟ ایشون سوالای انگلیسیشون از من میکردم، منم سوالای شعری ازشون میکردم. خوب یادم یه دفعه ازشون پرسیدم که آجا این که در عربستان سعودی بهره میدن ولی اسمش یه چیز دیگه گذاشتن، شما فهم کنید این قابل قبوله؟ گفت اینا مسخره است، مگه خدا اونقدر کم خرده که ندونه این بهره است؟ اینا خدا رو خیلی کم گرفتن.
دقیقا مصداق الانه. اگر واقعا شما انقدر به خدا معتقدید آقای پور محمدی که خوابشون رو آشفته نکرده مرگ 3000-4000 نفر، فکر نمی کنید که او انگیزه شما رو میدونه؟ انگیزه اون خدایی که شما بهش معتقد هستید میدونه که شما از سر مصلحت این حرفا رو میزنید؟ میدونه که بقیه این کسانی که این کار کردن از سر مصلحت این کار کردن به حاضر نیستن بیان بگن گام اول حل همه این مسائل پذیرفتن این که اشتباه شده، اشتباه رو بپذیرید؟ ببخشید شما یک تا 2 دقیقه وقت داریم بفهم. نه دیگه من همین 2 دقیقه هم زیاده. ببخشید من نخواهی کنم قربون شما، خیلی متشکرم. ولی خب یک گلم سوال داشته حالا اون دیگه. خیلی متشکرم ازتون. از شما متشکرم. موفق باشید بیش از اینها. خیلی متشکرم. تا هفته آینده همیهنان گرامی با سپاس از شما و با تشکر از آقای امیر کارگردان برنامه.